بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. انشالله که همه تان از صحتمندی کامل برخوردار باشین و خیلی خدا را سپاسگزار هستیم که بار دیگر توفیق عنایت کرد در خدمت شما خوبان باشیم. از مدرسه ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. انسان موجود اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خودش نیاز به شرایط و قوانین داره که یاد بگیره و برای بهتر زندگی کردن در اجتماع مفید واقع شه و نقش خوب از خودش داشته باشه. در این برنامه هم موضوعی را که خدمت شما انتخاب کردیم سبک زندگی اجتماعی در قرآن است و مثل همیشه در برنامه مهمان داریم که سرکار خانم رحیمی تشریف آوردن. انشالله تا پایان برنامه ما را همراهی کنند. خانم رحیمی سلام خدمت شما، طاعات و عبادات شما قبول باشه و خیلی خوش آمده. سلام علیکم، سلامت باشید. همچنان طاعات عبادات شما در پیشگاه پروردگار حق قابل قبول قرار گیرد. تشکر میکنم. قسمی که قبلا هم بیان کردیم، موضوع برنامه سبک زندگی اجتماعی در قرآن است. در ابتدا خوب است که شما بیان کنین که زندگی اجتماعی یعنی چی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد از این چه بهتر است که یکی از اشعاری که شعرهای عزیز ما گفتن قسم باید میکنن: بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زیاد گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو گز مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامن نهند آدمی. این شعر هم خودش بیانگر زندگی اجتماعی انسان ها در زندگیشان میباشن. یعنی که زندگی اجتماعی به معنای مجموعه از افراد که با قوانین، ضوابط، سنن و آداب مخصوص خود را در زندگیشان ارتباط به هم برقرار کرده و زندگیشان را در کنار هم به پیش میبرند. بله. و معنای زندگی اجتماعی هم به تنها به این معنا نیست که انسان های اجتماع فقط در کنار هم زندگی داشته باشد، بلکه باید دارای ماهیت اجتماعی باشد، که منظور از ماهیت اجتماعی عبارت از همکاری، تعاون، تعادل و تفاهم است. چون که در مورد زندگی اجتماعی ما هم زندگی اجتماعی حیوانات و حشرات داریم و هم زندگی اجتماعی انسان ها داریم. مثلا در مورد که زنبور اصل و یا مورچه رو مد نظر میگیریم، اینها زندگی اجتماعی دارن، یعنی همکاری دارن، ولی تفاهم و تعادل بینشان برقرار نمی باشن. بسیار خوب. آیا در زندگی اجتماعی که حشرات و حیوانات داره با زندگی اجتماعی که انسان ها داره فرق وجود داره؟ در مورد زندگی اجتماعی حیوانات و حشرات و انسان ها، تجربه هایی که مورد ارزشیابی قرار گرفته ای را اثبات می رسانه که این دو زندگی اجتماعی از هم بعضی فرق هایی را دارن. مثلا در مورد زندگی اجتماعی حشرات ما این مد نظر میگیریم که آنها زندگی اجتماعی دارن، بلکه زندگی اجتماعی آنها که از حالت ثابت دارن، یعنی در اوی خلاقیت و ابتکار وجود نداره، یک نواخت است. مثلا مورچه رو مد نظر میگیریم که در طول زندگیشان در فصل بهار و تابستان فقط اینا ذخیره سازی دارن و در زمستان از او استفاده میکنن، کدام از ابتکاری در زندگیشون وجود ندارن. و ما فرق دومیشون که میگن حشرات و حیوانات که در زندگی اجتماعیشان محیطی تابع محیطشان میباشن، یعنی هر تغییراتی که محیطشان برشان ایجاد میکنه و نظر به ما تابعشان میباشن، در حالی که انسان ها برخلاف از اوست. مثلا پرنده ها رو مد نظر میگیریم، پرنده ها در زندگی اجتماعیشان خصوصا در مناطق گرمسیر به سر میبرن. وقتی که در اون منطقه سردی به وجود آمد، با همون زندگی اجتماعی که دارن به منطقه سرسیر کوچ میکنه، یعنی هیچ کدام تغییرات خودشان در زندگیشان ایجاد کرده نمیتونن، ولی مطابق همون محیطشان خودشان را سازگار میسازن، یعنی تابع محیط هستن. و سیومشان که هستن، این زندگی اجتماعی حشرات و حیوانات در نسل آیندهشان هیچ فواید و آثاری ندارن. ولی در زندگی اجتماعی انسان ها که هست، این زندگی اجتماعیشان در نسل آیندهشان فواید داره. مثلا ما زندگی اجتماعی انسان‌ها را، یعنی که زوجین را مد نظر می‌گیریم، اینا زندگی اجتماعی دارن و در این زندگی اجتماعیشان کارهایی را انجام میدن که در نسل آینده و اولادشان هم مؤثر میباشن. بسیار خوب. میشه درباره اجتماعی بودن زندگی انسان کم بیشتر برای ما معلومات بدین؟ در مورد زندگی اجتماعی بودنشان سه نظریه وجود داره.
برخی ها معتقد به این هستند که امی اجتماعی بودن انسان ها طبیعی و ذاتی است، یعنی در فطرت انسان ها نهفته شده است. بسیار خوب. مثلا زندگی زن و شوهر از نگاه فطرت است، اینا فطرتا خواهان زندگی مشترک است که عامل از این را طبیعت و روان انسان ها پیگیری میکنن. و نظریه دوم میگه که امی اجتماعی بودن انسان ها اضطراری و اجباری است، یعنی نظر به محیط زندگیشان این مجبور میشه که زندگی اجتماعی رو پیش ببرن. بسیار. مثلا ما مد نظر میگیریم که دو تا کشور مد نظر میگیم، یک کشوری که از نگاه اقتصاد رو به رکود اقتصادی هستن، این ارتباط برقرار میکنه با کشوری که بتواند این نقص اجتماعی خود را از بین ببره، که عامل از این فقط خارج بوده و عامل درونی نداره. و نظریه سوم که هست به معنای زندگی اجتماعی انتخابی است، یعنی که انسان ها به انتخاب خود زندگی اجتماعی را انتخاب میکنن. مثلا در این مرحله دو تا تاجر مد نظر میگیریم، این دو تاجر به خاطر فایده خود با هم اشتراک را برگزار میکنن، چون هر کدام چون میخواد که در زندگیشان نفعی را ایجاد کنن که عامل از این عقل و تفکر و اندیشه یک انسان ها میباشن. ولی او چیزی که از آیات قرآن به دست میآید، قسم خداوند در سوره حجرات آیه 13 میفرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند به صراحت قسمت میفرماید ای انسان، ما شما را خلق کردیم از مذکر و مؤنث و بین شما و شما را قرار دادیم به قبایل و شعبه ها تا اینکه هم دیگر را بشناسید و در نزد خداوند شما فرق ندارید، یعنی برتری ندارید مگر از نگاه تقوای شما نزد خداوند. این که فلسفه ای آیت را ما ورود بررسی قرار بدیم، خودش بیانگر زندگی اجتماعی است که در زندگی اجتماعی شناخت در طرفین، یعنی چراخت مقابل در زندگیشان باید باشه و مؤثر باشه. بسیار خوب. ما چه ضرورت داریم که زندگی اجتماعی داشته باشیم؟ در مورد ضرورت زندگی اجتماعی، انسان ها از امو آغاز آفرینشان به این نتیجه رسیدن و پی بردن که به خاطر کمالشان که منظور از خلقت انسان ها به کمال رسیدن است و شگوفایی زندگیشان چه زندگی فردی و اجتماعی باشه، نیاز به افراد دارن. بسیار. افراد جامعه دارن که و هر کدام از امین نیازشان در صورت ارتباط برقرار کردن می باشن. و یا هم که در کلمه خود انسان مد نظر بگیریم، انسان را میگه به علت انسان نام نموده، چون که انسان ها با همدیگر انس و الفت برقرار میکنن، این انس و الفتشون از طریق ارتباط با همدیگر می باشن که ارتباط با همدیگری هم بیانگر زندگی اجتماعی می باشن. ما در بعض آموزه های اسلامی هم داریم البته خیلی عبادات از جانب خدای متعال بر ما گذاشته شده، برخی از این عبادات بستگی به فرد داره، یعنی فرد انسان را پرورش میده، ولی بعضی از عبادات هست که اشاره به زندگی اجتماعی داره و از اینجا فهمیده میشه که یک انسان مؤمن کسی هست که در اجتماع هم نقش فعال داره و ارتباط مؤثر و مفید با کسی داره که در اجتماع حضور داره. و همچنین ها در این مرحله که منظور از انسان کامل چه در خانواده کوچک که مجتمع کوچک است یا اجتماعی بزرگ، بعض به میان آمده که میگم منظور از انسان کامل کسی است که در زندگی فردی خود و در زندگی اجتماعی خود دارای یک سلسله ضوابط و قانون باشند، تا با استفاده کردن از این سلسله ضوابط و قانون هم بتواند زندگی فردی خود را شکوفا بسازد و هم زندگی اجتماعی خود را. بله. چه عامل پس باعث میشه که انسان اجتماعی باشه؟ یعنی همو عوامل مهمه که ما اجتماعی هستیم چی است؟ عمدترین عامله که در اجتماعی بودن انسان ها مؤثر می باشن، اولین عاملش خانواده است. بسیار. چون که میگه که خانواده کس اجتماعی چیه؟ کوچک است. امی انسان ها از آغاز تولد با اجتماع کوچکی روبرو شده، از امی اجتماع کوچک با مشت اجتماع های دیگری که مثل ما اجتماع متوسط یعنی خویشاوندان و اجتماع بزرگ اجتماع روبرو میشن. و در این خانواده است که با برقرار کردن ارتباط به اعضای فامیل، با انجام دادن وظایف خاص خود به مراحل اجتماعی متوسط و اجتماعی بزرگ پای نهایت. و دوم میگه که مدارس میباشن، یعنی درسته که ما وقتی که در مدارس به خاطر حضور پیدا میکنیم به خاطر علم و آگاهی، در این صورت بر علاوه که ما علم رو فرا میگیریم، در مقابل از او یک سلسله ضوابط رو هم یاد میگیریم. مثلا در از نگاه ضوابط صرف مد نظر میگیم، وقت شاگرد را که میگه که باید شما چی باشین؟ آرام باشید، سکوت در رعایت کنید، یعنی بر ما نظم و دیسپلین هم میاموزونه. یا یکی میگه باید در مقابل استاد چی داشته باشین؟ احترام، احترام داشته باشین. این هم احترام متقابل ارزشیابی را بر ما میاموزوند. سومین عامل که است
گروهی هم دسته هم سن و سال می باشند. یعنی هر افراد با هم سن و سال خود که چی میکنن در جامعه حضور پیدا میکنه که در قسمت ما ضرب المثل هم دارم که میگه کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. یعنی هر قشر از افراد جامعه با هم و هم سن و سال با هم هم شخصیتش که داره از نگاه رتبه و مقام ارتباط برقرار بکنه. پس باید آموزه هایی که در ارتباط برقرار کردن خیلی مهم است ای از خانواده آموزش داده شود تا در اجتماع بزرگتر وقت فرزندان حضور پیدا میکنه راحت بتونن ارتباط برقرار کنن با کسایی که در اطرافشان هستن یا یک جا درس میخوانن. خانم رحمی عزیز یک میان برنامه کوتاهی را با هم دیگه مشاهده میکنم، انشالله در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز بعد از یک میان برنامه کوتاه بیننده برنامه خودتان باشه. دوستان عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه و سلام مجدد تقدیم میکنیم خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، انشالله که همشان خوب باشن. خانم رحیمی میشه که بر ما بیان کنین در رابطه با زندگی اجتماعی که آیا در اسلام آموزه های وجود داره که بیشتر تاکید داشته باشه به اجتماعی زندگی کردن انسان ها؟ درسته که میگیم که اسلام که هست خودش یک دین اجتماعی است که بنیان از او از اجتماع گرفته شده، یعنی که برنامه های در اجتماع دارن که این در شکوفایی زندگی اجتماعی مؤثر می باشن. به گونه ای که میگه حتی اگر ما زندگی افراد اجتماع را مورد بررسی قرار بدیم هیچ بخشی از زندگی افراد نیست که اینه تکی باشن بله. فقط مربوط به خودش باشن. یعنی که درسته که ما یک بعضی عوامی را میگیم که برخورد فرد به خود فرد ارتباط بله. داره، ولی از یک لحاظ به زندگی اجتماعی هم چی داره؟ ارتباط داره. که در این مورد آیه قرآن هم داریم که خداوند جل جلاله می فرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. یعنی که میگه که وقتی که شما نماز برپا می دارید نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و این نماز را با عبادت کنندگان برپا دارید، که اشاره به نماز جماعت هم داره که این بیانگر از زندگی اجتماعی است که در اسلام با نظر با آیه قرآن می توانم استفاده کنم که بعضی برنامه های گفته شده خود بیانگر زندگی اجتماعی است، مثلا نماز جماعت که در آیه قرآن هم گفته که در نماز جماعت مثلا میگه که اول میگه نماز که از کلید قبول اعماله، وقتی که نماز قبول شود دیگر اعمال قبول میشن، وقتی که نماز قبول نشود دیگر اعمال قبول نمیشن. درسته که ما نماز به صورت فرد خوانده میتونیم تاکید، ولی تاکید زیادتر در مورد جماعت شده. حتی که در مورد ما روایت داریم میگه شخصی که خانه او نزدیک مسجد هست ولی در نماز جماعت شرکت نکنه حتی زن گرفتن و زن دادن در او از نگاه شرعی مشکل داره. بله، یعنی کسی که رفت آمد نمیکنه در مسجد مگر در صورتی که از نگاه زندگیشان بعضی مشکلات وجود داره. و دوما نماز جمعه است. این همون نماز جمعه دوره که نماز جمعه که به جای نماز ظهر خوانده میشن این هم اجتماع رو به ما میرسانه که در این هم دو خطبه گفته میشن که هر دو خطبه باز مربوط به زندگی اجتماعی است که خطبه اول ارتباط انسان ها با خداوند بیان میکنن و در خطبه بعدیش که از ارتباط انسان در جامعه، یعنی مثلا میگه که از اوامر سیاسی باید هم چی شوه حرف زده شوه. و سومین بخشی که گفته در مورد زکات است، پرداختن خمس و زکات در آیه قرآن هم به او اشاره شده که این دو وجبه به اندازه تاکید شده که در قرآن بعد از ادای نماز بر او تاکید گفته شده. چرا؟ این زکات ما میپردازیم یا خمس رو میپردازیم فواید از او باز به افراد جامعه ماست، یعنی رفع نیاز اجتماعی افراد نیازمند جامعه می باشه. یکی از علمای اسلام بیان میکردن میگفتن اگر در تمام جوامع اسلامی حقوق شرعی که مثلا زکات و خمس و از این حرفا باشه مسائل مادی سر جای خودش سر وقت خودش پرداخت شد در جامعه هیچ فقیر باقی نمیمونه. پس از اینجا ما متوجه میشیم که اسلام هر امری را که داره توجه خاص به اجتماع هم صورت گرفته و توجه داره، چون اگر امی امور به صورت درست پیروی شه و کسی بپردازه زکات اینا را که بحث واجب هم هست در جامعه فقر از بین میره و این نشانگر عزیز که زندگی اجتماعی در اسلام خیلی ارزشمند است. درسته، در قسمتی که میگه که امی پرداخت زکات مربوط به فرد جامعه است که میگه وقتی که شما زکات و خمس رو میپردازید این برکت در روزیتون میاره.
این زندگی فردی ما را مد نظر گرفته و طرف مقابل یعنی افراد جامعه را مد نظر گرفته که از بین برنده نیازهای افراد نیازمند می باشد. و اشاره بعدی که کرده در مورد امر به معروف نهی از منکر که از ام آغاز خلقت خداوند اولین پیامبری را که روان کرد حضرت آدم علیه السلام بود و یا طبق برنامه‌ای که بررسی شده که 124,000 پیامبر به خاطر راهنمایی بشر فرستاده شده. اگر زندگی تک فردی می بود خب نیاز به پیامبر نداشتیم. و یا هم که ما نهضت عاشورا رو مد نظر میگیریم، این امر به معروف نهی از منکر حضرت امام صلی الله علیه و آله فقط به خاطر خودش بود نه، در حالی که این مربوط به زندگی اجتماعی افراد اجتماع داشت. و در مورد امر به معروف هم یک سلسله قوانین و ضوابط گفته شده که باید در آن باید اجرا شده و مورد انجام قرار بگیره. درسته. پس از مسئله امر به معروف و نهی از منکر ما متوجه میشیم که ما فقط مسئول رفتارهای خود ما نیستیم، بلکه ما در جامعه هم از خود ما وظیفه داریم. کسایی که با ما در ارتباط هستن باید بالاخره هوای از اونا هم داشته باشیم. ممکنه بعض وقتا کارهای اشتباه سر بزنه یا از ما یا از طرف مقابل، باید دو طرف امر به معروف صورت بگیره یا گاه وقتا نیاز میشه نهی از منکر شود. این باعث میشه که جامعه به شکل بسیار خوب و به شکل نرمال ادامه داشته باشه، همه زندگی خوب در اجتماع به خودشان بسازن. بسیار خوب، آیا کدام اصول اخلاقی در قرآن وجود داره که برای زندگی اجتماعی بیان شده باشه؟ بله، در این قسمت هم میگه که احساس نیاز انسان به معاشرت. معاشرت یعنی چی؟ یعنی از لحاظ رفتار با اطراف افراد جامعه می باشن و همراهی با دیگران، برالاوی که این جلوه زندگی اجتماعی می باشه، این ندای برخواست از فطرت انسان هاست. چون انسان که از ذاتن اجتماعی می باشه، این که در اثر ارتباط برقرار کردن افراد جامعه به وقوع می پیونده. چون انسان از اما آغاز خلقت اجتماعی خلق میشه، ابتدا اجتماعی کوچک خانواده است و در تمام مراحل زندگی اجتماعی مختلف را سپری میکنه که در هر تمام از این مراحل زندگی اجتماعی هم برنامه هایی داره که باید انجام بده. که این برنامه ها بر زندگی اجتماعی بعدی از او هم مؤثر میباشه تا میتوانه زندگی خود را به بهترین وجه انجام بده. در مورد زندگی اجتماعی فواید چیه که میگم مثلا چرا زندگی اجتماعی داریم؟ مثلا مد نظر میگیریم اگر یک شخصی که تک فرد باشن باید. یعنی که به اصطلاح گوشه نشین باشن، ای از نگاه جسمی باشن آیا تاثیر داره نداره؟ ده حتی که اسلام میگه ای به انزوا میکشونه، در حالی که انزوا از دین اسلام کاملا چه شده؟ من قرار داده شده. و این افراد مختلف به خاطر که ارتباط برقرار کنه و خود را از انزوا خارج کنه، باید این افراد جامعه را بشناسن و از طریق شناختن بتواند ارتباط برقرار کنه و زندگی خود را از تک فردی نجات بده. بله، در حالی که مثلا ما داریم کسی که گوشه نشین هست زیاد در اجتماع حضور پیدا نمیکنه، یک نوع افسردگی هم برشان دست میده. پس از اینجا فهمیده میشه تمام قواعد و ضوابط را که اسلام بر ما مقرر میکنه تمامش بر اساس مصالح و مفاسد است که باید ازش ما شما پیروی کنیم. خوب است که بیان کنن ما که در جامعه خو هستیم، رفت آمد داریم و خیلی تمام انسان ها در کل زندگی اجتماعی دارن، چه مسئولیت های مهم را ما در جامعه داریم که باید اونا را انجام بدیم؟ مسئولیت اجتماعی عبارت از یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که از تمام افراد جامعه موظف و معذف الزامی است که برا انجام بده. چون جامعه از افراد تک تک به وجود میه، هر فرد جامعه در زندگی خود موظف به انجام از اون میباشن که در این ضوابط بر گفته شده. حتی که در قسمت ما داریم روایت در میه قسم رفتار کو که خودت خوش داره که طرف بر خودت چیکنه رفتار کنه. و از نگاه اسلام همین مسئولیتی را که بر ما داده یک سلسله اوامر و نواهی را در زندگی ما ایجاد کرده. که از جمله اوامری که گفته شده در مورد انتخاب دوست، درسته که انتخاب دوست فقط بر زندگی فردی من مؤثر است، مر از تک فردی نجات میده، ولی باز هم ارتباط برقرار کردن به افراد جامعه است. حتی که ما میگیم که روایت داریم که کسی که دوست نداره نمیتونه زندگی خود به بچه اصلا انجام بده یا ادامه بده. و هم دوست در انتخاب دوست هم ما باید دقت داشته باشیم که در قسمت هم زربان مثال داریم که میگن با ما بشینی ماستی با دیگ بشینی سیاستی. درست بر ما
انتخاب دوست را گفته، پایید یک سلسله قوانین و ضوابط بر ما برقرار کرده که اگر ما دوست را خوبی را انتخاب کنیم باعث شکوفایی زندگی ماست. بله. اگر دوست ما حریف را انتخاب کنیم باعث کجروی در زندگی ما می باشد. علاوه از اینکه در زندگی های دنیایی دوست اثر مهم خودش را داره، حتی در برخی از آیات قرآن ما می بینیم که در رابطه با انتخاب دوست اشاره شده، حتی در جایی که میگن روز قیامت کسایی که دوستان نااهل و دوستانی که مثلا مناسب نبوده، شایسته نبوده، با خودشان در دنیا انتخاب کردن، روز قیامت اینا افسوس میخورن و میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای بر من کاش فلانی را دوست خود قرار نمیدادم. یعنی بر علاوه زندگی دنیا، حتی در رسیدن به سعادت یا شقاوت ابدی هم انتخاب دوست خیلی مؤثر است. و دومین مورد در مورد خوشخلقی است. این هم به فرد از افراد جامعه وجود داره، ولی رفتاری که انجام میده در افراد جامعه هم تاثیر پذیر میباشد، که خلق به معنای رفتار و کردار بیان کرده و به اصطلاح عبارت از صورت فطری انسان است که در مقابل افراد دیگر نقش میگیره. بله. که در مورد خوشخلقی آیات و روایات داریم، مثل که سوره قلم آیه 4 که خداوند میفرماید اینک لعلی خلق عظیم. خب پیامبر اشاره میکنه، میگه که همان خود دارای خلق چی؟ بزرگی. و هم در این مورد داریم که خداوند به حضرت پیامبر میگه اگر خودت خلق نرم نمیداشتی، افراد و مردم یا افراد جامعه به اطراف جمع نمیشد. در تاریخ هم نشان داده شده، بر ما بیان میکنه تعداد زیادی از افراد جامعه در اثر برخورد و رفتار کردار حضرت پیامبر به اطراف جامعهش چی کردن؟ اینا به پیامبر پیوستن و دین اسلام را قبول کردن. و یا هم روایت داره میگه انسانی نیکو کسی است که چی باشه؟ نرم خوب باشه، مهمان نواز باشه، بتونه با طرف مقابل انس بگیره و دیگر را هم با اون انس بگیره. بسیار خوب، تشکر میکنیم. خیلی مباحث زیبا و مفید را اشاره کردیم. انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم که از این آموزه های ناب اسلام استفاده کنیم و زندگی های اجتماعی خوب و مفید انشالله داشته باشیم. تشکر از شما خانم رحیمی عزیز باشیم. که تشریف آوردین به برنامه، انشالله موفق باشین. سلامت باشین. دوستان عزیز، تشکر میکنیم از شما که بیننده برنامه خودتان بودین. تا برنامه بعد که دوباره در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک میسپاریم.